سلف مید باربی. یه سوالی که خیلی مهمه، چی شد که خانوادت گذاشتن که مستقل باشی و اینجا رو پای خودت بایستی؟ اولین دوست پسرت تو چه سنی بود؟ ریاکشن خانوادت وقتی فهمیدن چی بود؟ گفت جی پی اس بهت وصل کردن. یه بازی داریم، من جایزه رو بدیم بهش. سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه برنامه دیگه به اسم سلف مید باربی، یعنی باربی خود ساخته. آقا ما یه مهمون ویژه داریم امروز، عزرا جونه، که عزرا حالا صحبتی داری بکن. سلام کن و اینا. بچه ها قسمت اول این برنامه است، یه مقدار استرس بالا بخنده. سلام هم نه تو چیست بگم؟ سلام بچه ها. نه بگو بگو، ما اینجا با بچه ها اینجوری. خواهی از اول بگیری؟ نه باید بگی. نه بفرمایید. سلام بچه، حالتون چطوره؟ به سبک خودم. آره راحت باش. خب موضوع برنامه چیه؟ موضوع این برنامه اینه که ما قراره با دخترای خودساخته و مستقلی که توی استانبول زندگی میکنن صحبت داشته باشیم و مصاحبه کنیم، ببینیم شرایط چجوری بوده، چی شده که به اینجا رسیدن، یه زندگی خوب و مستقلی دارن، یک باربی مستقل شدن دیگه، اینجوری بهتون بگم. میریم سراغ این که با عزرا جون مصاحبه کنیم، با ما باشید. سال اول، اینکه یه معرفی بکن خودت، اسمت، سنت، این که کجا به دنیا اومدی، مدرک تحصیلی چیه و رشتت چیه و اینا. عزرا هستم، استانبول به دنیا اومدم، 25 سالمه. مدرک تحصیلیم 2 سال معماری داخلی خوندم ولی ادامه ندادم، از امسال احتمالاً وکالت بخونم. خوبه خوبه، باریکلا. بچه عزرا از اینجا به دنیا اومده، یعنی اصلا ایران نبودی؟ یه 3-4 سال ایران رفتیم ولی نه خیلی نبودم، بیشتر اینجا بودم. مامانم ترکه، بابام ایرانیه. درسته. منم اینجا به دنیا اومدم. توی ایران که بودی اوضاع چجوری بود؟ دوباره چی شد؟ یادم نمیاد اصلا، خیلی کوچولو بودم. دوره دبستان بود که یه چند سال رفتیم و برگشتیم، واقعا اصلا یادم نمیاد. پس نظری راجع به ایران نمیتونیم بپرسیم، ولی تا دلتون بخواد راجع به استانبول میتونیم ازش سوال بپرسیم. و اینکه فارسی من خوبه. آره فارسیش فوق العاده است. چرا انقدر فارسیت خوبه؟ چون که همه دوستام ایرانین. خیلی فارسی. اینجا مدرسه ایرانی رفتم، دوستام هم همه ایرانین. یه سوالی که خیلی مهمه، اینکه چی شد که خانوادت گذاشتن که مستقل باشی و اینجا رو پای خودت بایستی؟ یه ذره از شرایط زندگیت بگو، از شرایط زندگی خانواده دیگه، پدر مادرت چه گیرایی بهت میدادن یا اصلا گیر میدادن؟ هر چه جوری بود؟ گیر نه. همینجور راحت از اول باز دیگه. آره میگم برو هر کاری میکنی، اون کاری با ما نداشته باش. جدیدن پیج زدی دیگه، درسته؟ درسته. خیلی یهو هم پیجت اومد بالا. الان چند کاری؟ 86 افکا میشه فکر کنم. بچه در عرض 2 روز شد 80 تا. من به چش دیدم. دمشم. آروم باش. پیجش هم میذاریم که برید ببینید. و اینکه چه چالش هایی با خانوادت داشتی؟ چه مشکلایی، چه اتفاقایی، یه چیزی که خیلی تو یادته که مثلا توی این مسیر، مثلا تو راهی که بودی کمکت کردن؟ اول از این که بگو استانبول چی کار میکنی؟ من هنوز بچه ها نمیدونن توی استانبول من چی کار میکنی؟ من استانبول آموزش زبان ترکی میدم، یعنی شغلم اینه، درآمدم از طریق آموزش زبانه. خانوادم هم در این مسیر حالا ازم حمایت کردن، کمک کردن. بله درسته، کمکت کردن دیگه. تو هیچ داستانی با خانوادت نداشتی؟ همه چی نرمال اومد؟ چرا، داستان زیاد داشتیم. مثلا داستان اینجوری بود که پدر من چون خودش دکتره، توقع داشت منم پزشکی بخونم. مثلا خیلی علاقه داشت که من به جای این کارا بیشتر مثلا
میرفتم سراغ تحصیلات خیلی مثلا پزشکی مهندسی این چیزا، ولی من واقعا اصلا دوست ندارم، به هیچ وجه اصلا خوشم نمیاد از درس خوندم، متنفرم. یعنی اصرار میکردن که دانشگاه برم، حالا میگم دو سالم معماری رفتم ولی به زور بعد ولش کردم، امسالم به زور احتمالاً برم وکالت، ولی واقعا علاقه‌ای به درس خوندن ندارم، کاملا زوری به زور. آره پس خانواده تو هم تحت فشارت میذاره؟ بله بله خدا رو شکر. ما بیشتر اینطور مشکلات داشتیم، تقریبا خیلی گیس و گیس کشی و بچه نگینم افتاد، این یکی هم بر میدارم. خب. آره افتاد. بریم سراغ سوال بعدی که یه ذره خصوصی تر میشه، شخصی تره. اولین دوست پسر تو چه سنی بود و ریاکشن خانوادت وقتی فهمیدن چی بود؟ اولین دوست پسر من تو سن 14-15 سالگیم بود. ریاکشن خانواده هم اینجوری بود که مامانم گولم میزد، میگفت جی پی اس بهت وصل کردم، یه دستی میزد میگفت آره من فلان جا تو رو با فلانی دیدم. من نه میگفتم آخه من اونجا نبودم، میگفت نه من دیدم فلان، به زور نمیدونم میگفت تو کیفت سیگار دیدم، نمیدونم بوی سیگار میدی، کلا همه چی رو وصل میکرد به اون داستان، که خیلی مشکلات داشتیم از این نظر. ولی همون دوست پسر اولم هم داستانام باهاش 8 سال 9 سال طول کشید، مثل فیلم ترکیه، یعنی قشنگ. بعد چی شد که خانوادت اوکی شدن با این؟ نشدن. خب امیدتون نبازید. آره مثل من سمج باشی. بعد چه راهکاری دارید برای بچه‌ها چیکار کنن دیگه بالاخره هر سنی از یه سنی به بعد؟ آره راهکارم اینه که بچه‌ها کلاً اصلا عاشق و اینا نشین، دوست داشتن هم ولش کنین، فقط به فکر این که در حال زندگی کنین دیگه، ولش کن. واقعا پسر ارزش این چیزا رو ندارن. یعنی همین دوست پسر من که میگم 9 سال طول کشید، اینقدر تو این 9 سال یعنی من هر روز خون قورت میدادم، اصلا توصیه نمیکنم، واقعا توصیه نمیکنم، هرچی بی احساس تر مو حالا جدی نگیرین، یه ذره میگم شوخی میکنم انقدام نه، ولی منظور که خیلی هم زود درد سر دیگه، خیلی دیگه خیلی هم زود عاشق و وابسته و اینا نشین. Thank you very much که اینو به بنده تذکر دادید. تو سنای کوچیک خب من نمیشه دیگه، آدم دست خودش نیست. آره تو 9 سال پیش آشوب شد، دست خودش نیست. مثلا الان قبول داری تو هم شاید از این نظر مثلا یه ذره عاقل تر باشی. آره. نه میگم دروغ میگی، نه فرق میکنه تو عشق و عاشقی و آره آره وای دوست پسرم رمانتیک بازی خب باش ازدواج کنم قراره بچه بیاریم بعد اصلا دقیقاً بچه فکر میکنی چی میشه مثلا 16 سالته و 17 سالشه؟ دقیقاً اعتماد کردم میشون. به نظرت چه سنی مناسبه اینه که دوست پسر داشته باشی؟ به نظرم 18 سال به بالا. 18 سال به بالا درسته. به نظرم کلا هر چیزی 18 سال به بالا. یه سوال دارم خوراک خودت. آره چیه؟ رابطه ایدئال به نظرت چجوریه؟ دوست داری پارتنرت چجوری باشه؟ راستشو بگم. آره راستشو بگو بچه ها. میخوام راستشو بگم. خب هر کی یه مدلی میپسنده دیگه. من یه ذره لاشی پسندم هستم. هر کی لاشی تر گردن نگیرتر من بیشتر میپسندم راستش. واقعا عجیبه. یه چه ویژگاهی داشته باشه؟ ظاهری، اخلاقی؟ یه باحال باشه، یه ذره در و دیوونه باشم باز خوبه، خیلی منطقی و عاقل و اینا خوشم نمیاد. بعد ظاهری هم لاغر میپسندم، توپول هم یه وقتایی میپسندم ولی به ندرت، بیشتر لاغر. لاغر میپسندم، تتو اینا داشته باشه خوبه، باز میپسندم، بیبی فیس میپسندم، خیلی ریش و سیبیل. سنن ازت خیلی بزرگتر باشه یا نه؟ نه نه من همسن یا حالا 2-3 سال کوچیکتر بزرگتر میتونه باشه، ولی خیلی بزرگتر یا خیلی کوچیکتر هم نمیپسندم. بعد به نظرم دنیای آدم رو فرق میکنه. آره درسته. نظرت راجع به ازدواج چیه؟ خودت دوست داری نظرم راجع به ازدواج که سر من اصلا همیشه دوست دارم واقعا پسر بگیر پیدا راستش من از بعد تولد تا الان دوست داشتم ولی هیچ کی منو نگرفته راستش فعلا این کیس مونده. هر کی میخواد دیگه آیدیش پس بگیرید پیام بدید، ویژگی‌ها هم داشته باشه حتما. دوست دارم عاشق
نکاتم. از نظر مادی چطور؟ مادی. از نظر مادی هم من نرمال دیگه، نرمال باشه اوکیه. دستش به دهنش برسه. آره دیگه، نرمالی آدم عادی. خب ببین الان یه بازی داریم. یه تیک بازی میخوام باهات انجام بدم. یه سری سوالات اطلاعات عمومی ازت میپرسم. چند تاست؟ اگه یکیشو، حتی یکیشو درست جواب بدی، من به جایزه میدم. یکیش هم جمعه خیلی دارم بهت ارفاق میکنم. بریم ببینم چی کار میکنیم. در مورد چند سوال ها؟ اطلاعات عمومی دیگه، چیزای متفرقه. اطلاعات تو جدول میاد. من ازن صفره. امیدوارم که یکیشو بتونی جواب بدی. از اول مشخص شد من بازنده این بازی هم بچه. کدوم حیوانه که عقلش تو سرشه؟ من. نه نه جوابت اشتباه بود. شما میدونستید بچه ها؟ اگه میدونستید همین الان بگید. نه اشتباه گفتید، میگوه. فکر کنم اونا میگن من. این چه حرف. بریم سراغ سوال بعد. آیا هیتلر گیاهخوار بوده؟ جوابش بله یا خیره. نه. اینم اشتباه جواب دادی؟ آره بابا گیاهخوار بوده. واقعا؟ پشمان. کلمه رو میتونستی بگی که اونم اشتباه گفت. باید میریم سراغ سوال بعدی. پرمصرف ترین میوه کشور آمریکا چیه؟ میتونه از خودشون بپرسی. سیب میتونه باشه؟ نه آیسه. نه خیاره. شبیه بهش. چی میتونه چه میوهیه که تو کشور دیگه هم حالا هم میمونا باش ارتباط خوبی داره؟ موزه؟ پشما باری کلا این سالو درست جواب دادی و جایزه بالاخره واسه تو میشه. ولی حالا باز ما ادامه میدیم چون این بالاخره با ارفاق بود. آره دیگه میمونا نمیگفت نمیفهمیدم موزو میگه. آشار فرانسه رو فرانسوی ها درست کردن؟ نه باری کلا ایرانی ها درست کردن؟ نمیدونم حالا کجا یا درست کردم. آچار فرانسه است فکر کنم ایرانی ها درست کردم. اولین کلیسای ساخته شده بشر توی کدام کشوره؟ کدام؟ اینو باید جواب بدی. این خیلی با من سخته، یعنی برای تو نباید سخت باشه. ترکیه. آفر. خورشت حلال غذای کدام کشور شهره ایرانه؟ آخه شما ببینین این سوال سوال درستیه. من میگم کلا 3 سال ایران بودم، میگم اصلا ایران نبودم. سه سال ایران بودی کجا بودی؟ من میگه خورشت حلال، اونم تبریز بودم. مثلا تبریز این چیزی که تو میگی رو ندارم. آخه. چون اصلا مال کردستانه. بچا این دیگه شد جرزنی، من نیستم آقا. تنها حیوانی که میتونه شنا کنه چیه؟ نمیتونه ببخشید. نمیتونه. نه نمیتونه. همه که میتونه شنا. ماره. یه بار دیگه بگو. ماره. شطوره. شطور. شطور. خشکی همش. بچه شطور نمیتونه اصلا شنا کنه. خیلی بندازنش تو آب نمیتونه یه دو سه تا تکون بخوره. این سوال جواب بدی. این سوال جواب بدی. علاوه بر اون جایزه. یه چیزی رو میدونستی؟ چی؟ شطورا نمیدونن کوسا وجود داره. خب تو اینا کجا میدونی که شطورا نمیدونن کوسا وجود داره؟ چون شطورا تو آب نرفتن. شطورا تا حالا تو آب نرفتن. خب آقا این سوال رو درست جواب بدی میگم علاوه بر اون جایزه یه دونه جایزه دیگه هم داریم. خب ناخن‌های دست چند برابر ناخن‌های پا رشد میکنن؟ دو برابر، سه برابر، هیچی. چهار برابر بود بابا. اشتباه جواب بابا. خدا مال من اینجوری روش نمی کنه. مال من روشش متوقف. خب آقا این سوالای این بازی هم تموم شد. بریم سراغ این که جایزه رو بدیم بهش. بالاخره یه دونه جواب دادی. فکر کنم. آره. پس جایزه رو میدیم بهت. سوالاشون هم سخت بود. بچا قبول دارین شطور رو نمیدونم خودم. اینم جایزه. مبارکت باشه این جایزه مسابقه. باز کنم جایزه‌مو؟ باز کنه. بینندگان عزیز دوست دارید باز کنه؟ باز میکنم. باز کن. از اونجایی که برنامه کلا روی باربی پیش میره من چیزای گوگولی رو ترجیح دادم در نظر بگیرم. چیز خوشگلی در اون حتی میخواد بازش کنید دیگه بچه از ایناست. درد شما نرد نکنه. خواهیش میکنم بچه ها. از این چیزاست که تازه مود شده خرگوشی. آره تو ویدیو ها میذارم. چند بار تو ویدیو ها میذارم. مبارکت باشه. دست تو درد نکنه. مرسی. خواهیش میکنم. بچه ها توی کامنت ها بگید که دوست دارید مهمون بعدی این برنامه کی باشه، یعنی اصلا کسی باشه که میشناسید خود ساخته باشه. آره دیگه باربی خود ساخته که باید باشه، یا کسی باشه که
نمیشناسید کلا غریبه یه کسی از همین از شما از کسایی که اینجا زندگی میکنن بیاره خودشه. آره دیگه 100% این برنامه کلا مال دختری که رو پای خودشه و قراره بگه که چطور تونسته رو پای خودش وایسته تا بقیه هم استفاده کنه. مرسی که با ما همراه بودید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. نظراتتون هم توی کامنت ها بگید. همتونم یه باربی خود ساخته قرار باشید. یا هستید یا قرار باشید. اینو یادتون نره. خدافظ باربیای من.